37-38 ساله که تو این کار هستیم در آمریکا، اول در شمال کالیفرنیا بعد در جنوب کالیفرنیا. شاید بیشتر از ربع قرن همه ساله برنامه های نوروزی داشتیم و اندی عزیز میهمان برنامه ما بوده. آقا امسال نمیدونم چی شد نیومد. اندی جان خوش آمدید. مگه میشه؟ مهم اینه که الان هست. آره الان هستی، خیلی مهمه. ولی چی شد که نیومدی تو اون مهمونی به اون باشکوهی؟ خیلی هم تعریف مهمونی رو شنیدم. زنده باشی. جاتون خالی بود. ولی جات خیلی خالی بود. مرسی. ولی سهیلا میدونه که من اون شب تو گرمیز اوارد بودم. بله دیگه. عکساتونو می‌دیدیم. برای اینکه امسال اون آهنگی که با خانم لتویا جکسون خونده بودم تو گرامیز بود و امیدوار بودیم که ببره که نبرد. نبرد. خوشحال نداره، ولی حضورتون خیلی مهم. حضور ماها، حضور موسیقی ایرانی در گرامیز اوارد خیلی مهم بود. و این خیلی جالبه میونه کلمت. اندی عزیز همیشه با مارکت آمریکایی یا بگم مارکت غربی همیشه منسجم بوده. با بانجاوی خونده، با چند خواننده دیگه خونده، با خواهر مایکل جکسون لاتویا. خب یکی از بزرگترین هدفهای من به غیر از اینکه یه روزی تو استادیوم 100,000 نفره باید فوتبال بازی کنیم اینه که بتونم موسیقی ایرانو به دنیای بیرون معرفی کنم و مرکز دنیای بیرون گرامیز اواردزه. اینجاست که تمام دنیا توجه نشون میده کی هست کی نیست. بعضی وقتا بودن مهمتر از بردنه. ما خودمون هم هیچ انتظاری نداشتیم که یک آهنگ به زبان فارسی از جاستین تیمبرلیک مثلا ببره. درست. چون جاستین تیمبرلیک تو فیلم سینگ، استیوی واندر، اینا میلیون ها دلار سرمایه پشت مارکتینگشون هست و مال ما نیست. ولی قدرت ما اینه که ما بین صدها هزار موسیقی در دنیا ما وجود داریم به عنوان موسیقی ایران و وجودمون هم خیلی اهمیت داره اونجا، برای اینکه ما از یک کشوری میاییم که هنر دوسته و این هنر دوستیش باید تو دنیا دیده بشه. بله. برعکس چیزایی که تو تلویزیون همیشه چیزای منفی میگن، یه دفعه تلویزیون رو باز میکنن موسیقی و ایرانی و شاد و لباسای قشنگ، آدمایی که خوشحالن. بله. اینا برای من خیلی اهمیت داره. ولی بودنتون بردنه، ولی منصفانه نبوده که نبرده، چون که فکر کنین مثل خواهر مایکل جکسون یه دفعه آهنگ ایرانی رو بخونه و اون جوری با احساس بگه دلم بله. تنگ شده به کوچه و محله. بله. میدونین اگه آخه اونا این چیزا رو نمیفهمن که اون فارسی بلد نیست. خیلی جالبه. ولی خیلی عالیه. تو اسکار هم بودی؟ بله حمید جان. به نظر میاد که تو سرت شلوغه و ممکنه یه چیزا رو نبینی و نشنوی، ولی درسته. میدونم که همه چی رو میبینی و میشنوی. دمت گرم. امسال یک فیلمی در سوم می، یعنی دو ماه دیگه میاد بازار به اسم American Wrestler. American Wrestler یعنی کشتیگیر آمریکایی. داستان یک پسر 16-17 ساله ایرانیه که موقع جنگ ایران عراق از ایران فرار میکنه میاد آمریکا. وقتی میاد آمریکا میاد پلو عموش که ایرانیه، که اونم از کشتیگیرهای قدیمی ایران بوده، میاد اینجا میره مدرسه. تو مدرسه هی اذیتش میکنن به خاطر این مسائل ایران و آمریکا و از این دو چیزا. درست. بعد یه دفعه متوجه میشن که این چقدر خوب کشتی میگیره، همه رو میزنه. بعد خود بچهای مدرسه خوشحال میشن که اینو پیدا کردن، مثل راکی، داستان راکیه. من میگم راکی ایرانی، برای اینکه این پسر ایرانیه همه رو میزنه. بعد همه مدرسه دوستش داره، همه رو ضرب فنی میکنه، ضرب فنی میکنه. عموش هم کمکش میکنه. عموش هم اتفاقا علی افشاره که پسر لیلا کسراست که این فیلمو ساخته، یعنی پرودوسرش ایرانیه ولی فیلم آمریکاییه با سرمایه آمریکایی. و این فیلم رو تو اسکار فرستاده بودن که تو از خیلی فستیوال‌های دنیا برنده شد این فیلم. باریکلا. هم خودش هم سناریوش. و توی این فیلم من یک آهنگ به زبان انگلیسی خوندم که اونم توی آهنگای متن اسکار بود. یعنی شما تصور کنین تو صدها هزار آهنگ و فیلم، این یکی از 90 تا آهنگایی بوده که تو فیلم‌های آمریکایی بوده. طبعا. و اونجا خیلی شانس زیادی داشتیم. ولی همونطوری که میدونین فیلم‌های مثل لالا لند که بیسش موسیقی بود،
همه این اوارد رو برد، ولی ما خوشحال بودیم که اونجا بودیم. فیلمم سوم می میاد بیرون. به نظر من الان وارنر برادرز پشت این فیلمه و وقتی بیاد بیرون دنیای غرب به ایرانی یک نوع دیگه نگاه خواهد کرد. درسته. چون یه راکی ایرانی خیلی عالیه. من خودم الان مشتاق شدم برم ببینم. آره با آمریکایی‌ها افتخار خواهند کرد که این پسر مال خودشونه و رسلر ایرانی اومده. رسلر ایرانی یعنی کشتی میگیره، همه رو میزنه. خیلی فیلم جالبه. واقعا کشتیگیره این هنرپیشه یا نه؟ نه. نه، جورج خودش گریکه، یونانیه، ولی خب ترینرش همین علی افشاره که بهش یاد داده چجوری کشتی. پسر یونانیه در نقش نقشه پسر ایرانی. علی افشار خودش هم فیلم‌های زیادی ساخته تو دنیای فیلم موفق. الان این آهنگ هم شینی ساخته با یک دوست آمریکایی. میتونیم آهنگو پخش بکنی؟ الان آهنگو نداریم ولی قول میدم بهتون ویدیوش داره درست میشه. اوایل آپریل شروع میکنیم به نشون دادن ویدیوش. سوم می هم فیلم باز فیلم میشه. فیلم میاد روی اکران. چقدر عالی. بسیار عالی. خدمتتون عرض کردم اینا رو همه رو گفتم که بدونین که چرا اون شب پلو شما نیومدم. آره نه، تو که همیشه کار درسته، یعنی اصلا آدم رو بعضیا واقعا حساب باز میکنه. خانم ها آقایان، یکی از آدمایی که من همیشه روش حساب باز میکنم و قولش قوله و عملش عمله اندیه. مرسی. و واقعیتیه دیگه، این حالا تعارف نمیکنم، همیشه هم میبینید در مصاحبه هایی که هست. باید این رو بگم که او همیشه ثابت قدمه. درباره نوروز امسال هم اگرچه نیامد به مهمونی ما، ولی فردا مسافره که بره، در موقعی که داریم برنامه رو ضبط میکنیم، باز محبت کرد اومد با مسائلی که بالاخره تو خونه داره و باید به همه برسه. شینی عزیز که تفلکی الان سگر برده بیمارستان. بله. باید خود اندی هم میرفت چون باید تاتی تاتیش کنم. بله که گرفتاری های این گونه زیاد هست، ولی همینقدر که وقت شما داده خیلی ممنونیم ازش. و راجع به برنامه های نوروزی شون، قبل از برنامه های نوروزی از آهنگ نوروز باید صحبت کنیم. اندی هر سال یک آهنگ نوروزی برای شما داره و امسال هم برای شما پخش کردیم یکی دو هفته پیش. دیدید که چقدر آهنگ خوشگل بود. تو این هفته دو هفته هم خیلی از ویدیوها اومده. چه ایتیسی بایی. خب برای ما از آهنگ نوروز بگو. آهنگ نوروز که شعر و آهنگش از امین بامشاد هست که از بچه های داخل ایران هست، فرزاد واسقی تنظیمشو کرده و این هدیه من و بچه هاست به تمام هموطنهایمون در هر جای دنیا که هستن و به امید اینکه این آهنگ شادی بیاره تو خونه های مردم. تو روزای نوروز خوشحال باشن. بعضیا مثلا ایمیل میکردن که آقا همه ما که خوشحال نیستیم، ولی امیدوارم که این آهنگ اونایی هم که غمگینن خوشحال بکنه، اونایی هم که خوشحالن. خب این موسیقی، موزیک متن زندگی ما هاست. یعنی من دلم میخواد که همه دور سفره هفت سینشون که هستن با مامان بزرگا، بابا بزرگا یه ویدیوی بگیرن یادگاری که این آهنگ هم موزیک متنش باشه، بفرستن برای ما. ما صدها ویدیو الان گرفتیم از زمانی که تو تلویزیون شما این اعلامیه رو دادیم و بین این ویدیوها بهترین رو انتخاب میکنیم و حتما یه جایزه خوبم برایشون میذاریم. چه خاطرهای خوبی میتونه این ویدیو. بله. حالا خاطره خوب اینه که ما هم قراره که تو استودیو از بچه ها خواهش میکنم که حتما دوره هم این آهنگ رو لبخونی بکنیم. شاید ما ببریم ها. تازه اگه نبریم یه ویدیوی خوشگل لبخونی باحال که همه رو آهنگای درخواستی میخوان، آهنگ اندی رو میتونیم پخشش بکنیم. باریکلا ایده خیلی خوبه. بسیار عالیه. پس با بچه ها برمیگردیم وقتی که تو رفتی، با بچه ها همگی این آهنگ رو لبخونی میکنیم. متأ شعر شما بنویسین که اون کار دیگه با شما، اگه این کارو زحمت چه بکشید. من اندی جان یک مصاحبه خیلی شیرین از تو دیدم در رادیو فردا، یعنی شنیدم با آقای صادق سبا مثل که با تو درباره مثل که یه سری مهمون دعوت میکنی برنامه، اینجوریه نه؟ خیلی ایده خوبی داشت صادق جان، که البته من صادق رو از بی بی سی میشناسم. درسته، ایشون مدیر بی بی سی بودن. مدیر بی بی سی بودن یک سال و حالا اومدن رادیو فردا. بله، یک سال منو دعوت کردن اونجا. شب عید در کنار هم بودیم. یکی از بهترین مهمونی های بی بی سی با چه شماله ها؟ خیلی آدم خوبیه. آدم بسیار و آدم آگاه. خیلی آدم. من که لذت بردم از مصاحبت باش. ایده خیلی خوبی داشت. مصاحبهش
بیسش این بود که اگر من بخوام 5 نفر دعوت کنم برای شام تو خونه که بشینیم دور هم صحبت کنیم، اون 5 نفر کی خواهند بود؟ کیا بودن؟ بذار ببینم. یکیش آقای خامنه ای بود، من یادم، من نشستم گوش کردم. یکیش دونالد ترامپ. دونالد ترامپ بود. عیسی مسیح بود. دیگه کی بود خدایا؟ منم یادم رفت. بیل گیت بود بله. آره یه نفر دیگه هم هست نه؟ حالا پیداش میکنم. همین 4 نفر خوبه. راجب اینو برای ما تو حالا توضیح بده. شاید کسایی باشن که اینو نشنیده باشن، ولی برای من جالب بود. ببینم اینا رو شما مثلا در این مصاحبه رادیویی اندی دعوت میکرد اینا رو و نقطه نظرهای خودش رو درباره این آدم ها ابراز میکرد و خیلی قشنگ بود، خیلی به دل من نشست و خیلی حال کردم. حالا برای ما بگو مثلا از عیسی مسیح، حضرت مسیح چی گفتی اونجا؟ خب البته هدف من همیشه هم توضیح دادم اصلاً مسئله دینی نیست، چون من عیسی مسیح رو به عنوان یه معلم میبینم و چون آدم خوبی بوده فقط کارهای خیر میکرده. خوبه که آدم یاد بگیره کارهای عیسی مسیح رو انجام بده و من اصلاً آدم مذهبی نیستم. به نظر من هر کسی با مذهب خودش میتونه خوشحال باشه و همه این مذهب‌ها از طرف یه خدا اومدن، همه هم برای به راه راست هدایت کردن ما اومدن. بله. واسه همینم تبلیغ دین نمی‌کنم. من فقط راه عیسی مسیح رو میرم خودش شخصاً، چون آدم خوبی بوده آزارش هم به کسی نمی‌رسید. و اگر دعوتش می‌کردم صرفاً به خاطر این بود که یه 4 تا چیز جدید ازش یاد می‌گرفتیم. موقع شام یه چیزی هم یاد می‌گرفتیم. بیل گیت، ببین بیل گیت یکی از پولدارترین آدمای دنیاست و بیشتر پولش رو الان داره خرج می‌کنه که تو کشورهای فقیر برای بچه‌ها مدرسه درست کنن، اون دهاتی که آب ندارن آب بیارن. خودش و خانومش یه چرتی دارن مثل من و شینی و هرچی پول داره خرج میکنه که به هیومانیتی، به انسانیت کمک کرده باشه. برای من این خیلی ارزش داره. آقای خامنه‌ای چی؟ خب سیاسی بودی؟ اون بیشتر اصلاً سیاسی نیست. من با وجود اینکه سیاست رو دوست دارم و تاریخ رو دوست دارم و هر روزم دنبالش میکنم، ولی قاطی سیاست نیستم، به خاطر اینکه کار من هنر و خوشحال کردن مردم از راه موسیقی. ولی خب آدم های بزرگی هستن، آدم های مهمی هستن که در سرنوشت مردم تأثیر میکنن. یکیش هم آقای خامنه‌ایه که من به عنوان خواهش یا چی میگن آرزو بر جوانان عیب نیست، به عنوان خواهش این بود که حداقل اجازه میدادن که موسیقی ایرانی آزاد باشه، مردم آزادی اینو داشته باشن که خوشحال زندگی کنن در کنار موسیقی و هنرمندا، که ما بتونیم بریم ایران مملکتمون رو ببینیم. هدف اصلی من و خواهش اصلی منم این بود که تصور کنین ماها میتونستیم بریم شهرهای مختلف ایران تور بذاریم، هم مردم رو خوشحال میکردیم، هم یک پول هنگفتی ساخته میشد که با این پول میتونستیم به آدمایی که به ما احتیاج دارن کمک میکردیم. شما تصور اینو بکنین چه چرخ صنعت موسیقی ایران در ایران میچرخید و چه پولایی از اون در میومد که بتونیم با این پولا به مردمی که محتاجن کمک کنیم. این خواهش من بود، فکر میکنم. البته این مصاحبه رو چند ماه پیش انجام دادم. از آقای دونالد ترامپ خواهش من این بود که کوتاه بیا. تو خلاصش گفتی. البته من باید اینم بگم که من کاملا به این امر اعتقاد دارم که هر پرزیدنتی رو که مردم انتخاب کردن ما باید قبولش بکنیم و کمکش کنیم که کارش خوب انجام بده. این دلیل نمیشه که با تمام کاراش موافق هستیم، ولی درست مثل کاپیتان تیم فوتبال اگر انتخاب کردیم باید قبولش بکنیم و کمکش کنیم کارش خوب انجام بده. نباید چی میگن چوب لای چرخش و یه چیز مهمتر، ولی فکر میکنی که قبول بکنه که از راه خودش بیاد و
آخه یه چیز مهم تو به کی رای دادی؟ خب حالا بذار اینم بگم، یه چیز خیلی مهمتر از دونالد ترامپ، پرزیدنت دونالد ترامپ خواهش کردم اینه که ایران یکی از امپراتوریای بزرگ جهان بوده در تاریخ. آفرین. و مردم ما مردمی هستند که به این سادگی از هم متزلزل نخواهند شد. با مردم ایران با جنگ نمیشه ازشون برد، باید باشون ساخت. و چون خیلی از پرزیدنت‌های ما در آمریکا فکر میکنم مثلا ایران، عراق، اینا همه شبیه هم هستن، ولی نه، عراق یک کشوریه که ساخته شده، متزلزل شده در طول تاریخ، از هخامنشیان تا این بار 100 بار پاره پاره شده. ایران همیشه این بود، ایران بوده. و با ایران اگر بجنگیم مردم متحد میشن و تا آخرین نفس میجنگن. پس با ایران با بمب و اسلحه نباید روبروش چالش کرد، باید قبول کرد با ایران بشینیم صحبت کنیم از راه مسالمت آمیز. اینو از دونالد ترامپ خواهش کردم. نفر پنجم یکی بود؟ حالا نفر پنجمی بیل گیتس رو گفتیم دیگه. بیل گیتس خامنه ای بود دیگه، حضرت مسیح بود دیگه، دونالد ترامپ بود. یه نفر دیگه حالا بعدا پیدا میکنیم، پیدا کنیم اون نفر آخر. باید رادیو فردا رو گوش کنیم. رادیو فردا رو باید گوش کنیم، برنامه ای از صادق صبا. بسیار عالی. خب بریم سراغ سفر نوروزی تو، تورت. به کجاها داری میری؟ امسال تقریبا 20 روز تو راه هستیم و از استکهلم شروع میکنیم. چهارشنبه سوری در استکهلم هستیم و برای اولین بارم تلویزیون سوئد برای مردم خودشون پخش کرد. برنامه چهارشنبه سوری پخش کردن و من و تو هم اسکی گذاشت. تلویزیون من و تو هم پخش کرد که تمام دنیا دیدنش، که به نظر من خیلی حرکت قشنگی بود. 18 یعنی یکی دو روز پیش در مونتریال بودیم، تورنتو بودیم. 21 که اولین روز عیده در آنتالیا هستیم. 23 میریم ارمنستان. 25-26 استانبول و قبرس. 27 در آنتالیا هستیم دوباره و 28 برمیگردیم خونه و زندگی. ماشاءالله که ما میرسیم. هندی جون ببین آهنگاشون در گرامی، در اسکار، این برنامه‌هاشون واقعا چه انرژی، همش هم با صورت خندان و ارگانایزه. اندی بسیار بسیار تو کاراش سازمان یافته، تو کاراش بسیار سازمان یافته کار میکنه. چجوری یک ارتش فامیلی رو به راه انداخته و همه دنبال کارشن، از خواهر خوبش، برادر خوبش، از خواهر و برادرها و خانواده بگو. یه چیزی من میخواستم ازت بپرسم، حالا که میخوای از خواهر و برادر بگی، یه واژه‌ای رو به کار بردن، گفتن در یک خانواده توحیده است. تو من تا اونجا که میدونم خانواده توحیده استی نبودی. آه توحیده است یعنی فقیر؟ یعنی پولدار نبودید. خب خیلی ها میگن از خانواده اشرافی اومدن، ولی منظور اینه که مثل خودمون بودی؟ نه آخه مثلا اگه راجع منم صحبت کنیم، من بابام یک کارمند ساده وزارت اقتصاد بود، ولی ما توحیده است نبودیم. بالاخره یه لقمه نونی تا اونجایی که من میدونم اندی، من ازش ویدیو دارم که گیتار میزد مثلا 40 پیش، یه جوونکی بود و میتونست خودش میتونست چرخه یه خانواده رو بگردونه در همون موقع. من یه بار یه ویدیو حتی دیدم، نشونم دادم که مثل که دبیرستان میرفتین. دبیرستان هم رفتم. نه دبیرستان میرفتین گیتار میزدین. یعنی موسیقی هم بودین؟ نه اصلا خواننده نبودین. از دبیرستان دیگه به صورت حرفه‌ای شدن. ولی میخوام بهت بگم که در ایرانم بودی، برجت خودت میتونستی چرخه زندگی رو بگردونی، نمیتونستی؟ از 18 سالگی به بعد. از 18 سالگی. ولی سوال خوبی میپرسی. من فکر میکنم که اگر تکبر بیخودی رو بخوام بذارم کنار، حقیقت امرش اینه که پدر مادر من وقتی ازدواج کردن یه پتو هم نداشتن. نه بابا. یعنی تصور کنین که
توی خونه خالی بدون مبل و بدون آب و و اینطوری حساب کنین که من تا کلاس هفتم تو خونمون آب شیر نداشتیم، آب نداشتیم. کجا؟ تهران؟ تهران. آب آخه ما خارج از محدوده بودیم، تو مجیده بودیم. مجیده خارج از محدوده، خارج از محدوده بودیم و آب شیر نداشتیم، در نتیجه باید میرفتیم بیرون هموم میرفتیم. آب خوردن رو ما باید میرفتیم از یک چاهی به فاصله 2 کیلومتر اونورتر هر روز آب خوردن میوردیم. تا کلاس هفتم، تا کلاس هفتم ما برق نداشتیم. نه ما زیر شمع درس میخوندیم و باورتون میشه خودمونم نمیدونستیم که این بعده. ما فکر بریم خیلی هم خوبه خونه و زندگی مادر پدر. مادر من همیشه غذا رو میزمون بود آخه. مادر من همیشه لباسمون هر روز میشست، هر روز بچه ها رو تو تشت تو خونه آب هموم میکرد، تمیز میشست. آره هموم میکرد، تمیز بودن. 9 نفر توی اتاق زندگی میکردیم. پدر من برای همین این واژه رو به کار برده بود. پدر من سخت کار میکرد، مادر من خیلی خوب منیج میکرد و از اون زندگی که صفر بود 9 نفر 6 نفر بچه ها میرفتن مدرسه، همشون شاگردای خوبی بودن. آفره. و خدا رو شکر الان هم هر کدومشون تو کارهای خودشون موفقن. همه این کردیت ها رو باید به پدر و مادرم بدیم. آفره. که زحمت آفره. کشیدن از خودگذشتگی نشون دادن. آفرین. ولی چه افتخاریه واقعا وقتی خود اندی توضیح بده که چگونه بزرگ شدن تا کلاس هفتم گفتین. بله. و بعد از اون خونه اندی رشد کرده و شده اندی، برای برادرای دیگه اندی و خواهرش من میدونم همه‌شون بچهای تحصیل کرده و موفق. بله خدا ماشاءالله به اون پدر و مادر. بله. و ماشاءالله به غیرت خودتون. خب لاتاریتون چی بود؟ جالبه واقعا خوب بود. خوب گفتی، برای اینکه تمام محل ما یه نفر تلویزیون داشت. اونم چون لاتاریش برده بود وضعش خوب بود، تلویزیون داشت. بعد هر هفته بچه های محل جمع می شدیم تو خونه جون تلویزیون نگاه می کردیم. یادش بخیر. من یه سوال دارم، این شلوغ خب سرتون برای عید، خب برای چهارشنبه سوری، خب شما سفر کردین، هفت سین می چینه تو خونه تون؟ الان امروزی که داریم صحبت میکنیم، نه به خاطر اینکه ما ایام عید اصلا خونه نیستیم، ما از اوایل مارش دیگه تو مسافرت و هواپیما هستیم. درست. ولی خب ما هر روز توی کشوری و بعضی از این شهرها تو خونه های هموطنامون هستیم، همیشه اطراف هفت سین هستیم. شینی چی میشناسه هفت سین؟ خیلی هم خوب میشناسه، خیلی هم دوست داره فرهنگ. شینی هر چیزی که شاد باشه خوب دوست داره. بعد ایام نوروز همه خوشحالن، همه چی رنگی، غذاهای خوب، مردم خوشحال، اینه که آره دوست داره. بسیار عالی، بسیار عالی. تشکر میکنیم از اندی عزیز تو این مصاحبه و مخصوصا قسمت آخری که میگفت من تا کلاس هفتم دبیرستان خونمون برق نداشت، آب شیر نداشتیم. اینا همه نشون میده که این مرد چقدر اعتماد به نفس داره. خانواده خوب در دامان مادری پرورش پیدا کرد، پدر خوبی که داشت و چقدر بدون تکبر از این مسئله صحبت میکنه. برای چی آدم رو موفق میشن؟ آدم هیچ وقت ننه باباش نباید یادش بره، شناسنامش نباید یادش بره که از کجا، از کدوم محل رشد کرده، رستنگاه خودش رو نباید یادش بره. من که الان دارم بگم مو به تنم ایستاده و انشالله که همیشه موفق باشی. اگه الان مردم تو رو دوست دارن، من فکر میکنم که همین رشته رو بگیریم بریم جلو، همین مناعت تب، همین خوبی، همین همه زیبایی های زندگی که حتی اگر توی اتاقی هم بودید که 9 تا بچه با هم زندگی کردید با پدر مادرتون، با لبان خندان. بله. و رضایت از زمان و مکان. مهمه. بله. که عشق و صفا بوده، مهمترینش همینه. و مهم اینه که امروز آدم باید از زندگیش لذت ببره و قدر این روزا بدونه واقعا. ما قدرتو میدونیم، قدر این روزا رو میدونیم. خانم ها آقایان، با یه آهنگ خوشگل اندی به این مصاحبه پایان میدیم. اندی جان خیلی لطف کردی، قربونت برم. مرسی، عید شما مبارک. اگر از قسمت های مختلف برنامه‌ای که براتون میذاریم خوشتون میاد، روی سابسکرایب هیت بکنید تا عضو ما بشید که همه روزه آپدیت میشیم با ما و هر تصویر جدیدی که بذاریم برای شما به معرض نمایش در میاد. با یوتیوب کانال ITN باشید.